پژو، یکی راننده رنو، یه موسیقی لیو لو، سر شام تا دم شو، شام قسم شام افتاد تا گل سیما نگهدار، گل یابت سمایه. این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از ترکیدن حباب تهدیدات شیخ فری که وقتی دید سنبه آمریکا پرزوره دنده عقب گرفت و به شکرخوری افتاد. نیازی نداره ما هر سخن پوچی را بخواهیم پاسخ بدیم، دهم به دهم بشیم با اونها. ما باید در عمل به اونها پاسخ بدیم. بله، احتمالاً منظورش از پاسخ عملی یه چیزی تو این مایه هاست. البته از اونجایی که تو نظام سگ صاحبش رو نمیشناسه، هر کی برای خودش یه قمپوزی در میکنه. یه نمونه خنده دارش هارتوپورتای این بوفالوی ولایته. رئیس جمهور امریکا گفت چنین و چنان میکنیم و ما نمیگذاریم اینطور بشه، از 10 جای دیگه ما راه داریم نفع ببریم. با قهرمانی عزیزان فداکار ما در یمن و زدن این نافچه، عربستان اعلام کرد دیگه کشتی نفتشو از باب المندب و از دریای سرخ عبور نمیدهد. البته این حرف ها مال تریبون جمعه بازار رو برای خر کردن بسیجی هست، وگرنه یه تشر کافیه تا این علم الگدای ولایت زهر ترک بشه. حالا که صحبت از قمپوز در کردن مهره های نظام شد، خوبه یادی هم بکنیم از این پاسدار سبزعلی که رکورددار صنعت جوکسازی در نظامه. آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه. البته خودش هم میدونه که این جور جاها هر چی پرت کنه بعد دو ضرب برمیگرده به خودش. شیخ فری در حالی میگه ما به آمریکا پاسخ نمیدیم که توی خود تیویریش مجری نور چشمیش میگه بابا پاسخ به آمریکا طلبتون، بیاین به مردم پاسخ بده. داخل مردم در شرایط مضطرب، زمانی که تمام آوارهای خبری رو روی سر خودشون خراب میبینند و مجدداً خود مردم رو مقصر قلمداد میکنیم، آقایان حتی اگر مردم هیجان زده باشند، دلیل این هیجان زدگی حرف نزدن با مردم و سیاست‌های اشتباهیه که مسئولان در پیش می‌گیرن. مردم که الکی هیجان زده نمی‌شن، الکی نگران نمی‌شن. البته 40 ساله که تا نوبت به پاسخگویی آخوندا میرسه اینجوری میشن. اما به جاش مردم این روزا به انواع و اقسام شیوه ها به آخوندا پاسخ میدن. یه نمونهش اینه. الان یه مدتیه که روزانه حدوداً 2 ساعت برق قطع میکنن و چون ما واحد طبقه 4 هستیم آب نداریم. قابل توجه خامنه‌ای، روحانی و سرداران سپاهی که آمریکا و اسرائیل رو تهدید میکنن، میخوام بگم که شما حتی توان تولید و تأمین برق مورد نیاز کشور رو ندارید و متاسفانه ما رو به دوران قاجار برگردونده.
حالا تو این وضعیت پاسدار عباسی طلبکار شده که چرا آقازاده ها تو آمریکا زندگی میکنن. یه جوری میگه انگار این پدیده جدیده. بابا 40 سال اینا این کاره زندگی کنن. مگر ما نمیگیم مرگ بر آمریکا؟ مگر 39 سال آمریکا به ما ضربه نزده؟ مگر هر روز آمریکا نمیگه من علیه جمهوری اسلامی طرح براندازی دارم؟ خدا لعنت کنه مدیری در جمهوری اسلامی که بچه‌اش تو آمریکا زندگی میکنه. آقا وزارت اطلاعات باید میرفت میگفت آقای وزیر بچه‌ت توی آمریکا زندگی میکنه، CIA رو بچه تو سوار میشه، تو خونت نفوذ میکنه، جاسوسی میکنه. ولی وزارت اطلاعات ما در مورد مسئله فساد فرزندان مسئولین مملکت توی آمریکا، کانادا و انگلیس که چند صد نفرن سکوت میکنه. آقا من 100 بار گفتم مجلس شرط احراز مسئولیت در جمهوری اسلامی باید این باشه که هیچ مسئولی بچهش تو آمریکا نباشه. عکسای پسر دخترای مسئولین جمهوری اسلامی، همین وزیرا، همین نماینده مجلس رو شما نگاه کنید. مردم مطالبتون از وزیر اطلاعات باشه. طرف که این کاره که نبوده، تو عمرش نمیدونسته کار اطلاعاتی یعنی چی. صداش کرده رئیس جمهور بهش گفته بشه وزیر اطلاعات. خودش دور خاطراتش میگه گفتم آقا من هیچی از کار اطلاعاتی نمیدونم. گفت به جدت زهرا واگذار کن حل میشه. البته آقازاده آقازاده است، فرقی نمیکنه آمریکا باشه یا داخل ایران. یه نمونش این آقازاده مظاهری که اینجوری برای بقیه خط و نشون میکشه و بخور بخوراش تو نظام رو توجیه میکنه. یه عده جون دادن، یه عده هم پول دادن. این مثلا حاجی گفت چند مرتبه اسکر می سر پای دارد. اونی که پول میده حساب تو دوران گفتن به هموار کن و انفوز کن. جهان هر کس چقدر را مهدی؟ آیا جهان دندازی رو بجه دو در دوه؟ خب دنیا رو بگم، اگه تو ماشین خوب ندیدی تو زندگیت مشکل بچه های مردمه. گفته بودن چند میلیارد، والا ما تا به بیشتر از 300-400 تومن رو ماشین نداریم، ندیدیم، دروغ هم ندیدیم. هر کی میگه من بیشتر از 300-400 میلیون تومن برای گرفتن ماشین پول دادم، بیاد دستت رو کنه مردک نوکر زن هستم. اینا در حالی پوز ماشین های 300-400 میلیونیشون رو میدن که قیمت اولیه ترین مایحتاج مردم داره روز به روز بالا میره و مردم هم به این شیوه آخونده و سیاست هاشون رو به سخره میگیرن. آقا اورانیوم 20% 5000، آب سنگین 2500، مرد همیشه در صحنه 4000، خیار خوراک جهان سوم 3000، کیک زد 9000، دوست پوتین 9000، دلار 7500، ارزان شد و قد 9 تومن به 7500، خوراک کلاهک هسته‌ای 2000، مرگ بر اسرائیل 2000، مرگ بر آمریکا هم 2000. بفرمایید مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا 2000. همه چی ارزان شد. یه نمونه دیگه از طنز مردم در مواجهه با آخونده هم تماس این هموطن با اداره برقه که شنیدنش خالی از لطف نیست. الو سلام، خسته نباشید. اداره برقه؟ خسته نباشید. جناب ما منطقه ریشهر زنگ میزنیم، هنوز برقا نرفته جناب، اتفاقی افتاده؟ خب نه، همیشه موقع برقا میرفت، ما امروز نرفته، نگران شدیم، گفتم شاید اتفاقی افتاده. برق میره ها؟ آها خیلی ممنون، ممنون علازده. آقا نگران شدیم، گفتیم مسئولان خواب باشن، چیزی شده باشه. خیلی ممنون، بزرگوار شما، دست درد نکنه، خداحافظ. البته این موضوع برق همه جا فراگیر شده و حتی به سوژه کمدی استنداپ ها هم تبدیل شده. برق کوچه ما قطع شده بود 3 ساعت تمام، هی شکیبایی کردیم، آخر کفری شدم، زنگ زدم 123 گفتم آقا مردیم تو این گرما، کوچه‌مون برق نداره، اون برای خیابون برق داره. یارو گفت آقا آرامش رو خودتون حفظ کنید، 5 دقیقه دیگه درست میشه. 5 دقیقه بعد اون برای خیابونم قطع شد. انقدر دلمون خنک شد، اصلا خنک از تو خنک شدید. مام جواد ظریف که تا دیروز با برجام وعده حل مشکلات مردم رو میداد، هنوز که هنوز از رو نرفته و تو این وانفسا باز از سنگ برجام رو به سینه میزنه. کسانی که قدری کم لطفی میکنن و میگویند که برجام هیچ کاری نکرد، خب باید شرایط 2 سال گذشته رو با شرایط امروز مقایسه کنن، ولی به لطف خدا و به کمک شما ما شرایط امروز رو از شرایط هر روز بهتر خواهیم کرد، چون دنیا در کنار ما. میتونیم از این که دنیا در کنار ماست استفاده کنیم. از برجام حتی خیارم نصیبشون نشده،
بعد از مجبوری دارن براش بازارگرمی میکنن. حالا از خالی بندی های ظریف درباره برجام که بگذریم، میرسیم به حرفای این جوجه تئوریسین نظام که پته برجام رو اینطوری بریزه رو آب. نواقص برجام یعنی چی؟ یعنی یک، نظارت بر تمام فعالیت نظامی. موشکات که میشن زیر 300 کیلومتر، هر آزمایش موشکی میخوای بکنه قبلش باید امریکایی رو خبر بده. یک، نظارت های بدون قید و شرط، اینجا رو بازرسی کن جناب، بازرسی های هر موقع نظامی تمام شرکا موشکی رو ببینن. دو، برجام موشکی، هم موشکات هم باید همه رو بیار پایین، منطقه سوریه و عراق هم میای عقب، سوریه عراق یمن، با اینا هیچ کاری نداری، میشی بره خوب که افسار دست ماست. ترامپی که عمدن به من شما میگه احمق احمق، خیلی هم باهوش، دم ترامپ گرم، حداقل هر حرفی زد بشه عمل کرد. البته اینا خوب میدونن که همشون سوار یک کشتی هستن و به زودی همگی با هم چپ میکنن. اینجاست که بسیجی هم دور بر میدارن و شروع میکنن به لولورده کردن شیخ فری به شیوه موزیکال و غیر موزیکال. در دنیا رو زدم به هم بگو جامت کدومه، هی به من وعده نده امروز و فردا کدومه، پای موندن نداری یا دل رفتن نداری، گله پیش من نیار آخر حرفات کدومه. اگه دل وا پس من نیستی نباش خیلی سرت، منو دست به سر نکن، عمرم و هدر نکن، راست و دروغات کدومه. از همه بیمزه تر این سخنگوی دولت شیخ فریه که میخواد صورت خودش رو با لودبازی سرخ کنه و به شیوه ایشالله گربه است روی مشکلات مردم سرپوش بذاره. نمیگیم همه چیز آرومه، ما چقدر خوشبختیم، مشکلاتی نداریم، خیلی هم مشکل داریم، اما خیلی چیزها رو هم واقعا وضع ما خوبه. احساس عمومی مردم، بعضی از فعالان این اعداد و ارقامه، یا اصلا فکر میکنن از اون طرف هم همه آدم کوچولوی سریال گالیور میشیم، ما نمیتونیم، ما شکست میخوریم، ما همه وضعمون خرابه. بعد یه آدم نادانی هم تو خارج بگه که دیدید که من تصمیم میگیرم اقتصاد در حال فروپاشیه، اونم یه همچه استفاده نابخردانه ای داشته باشه. این نوبخت بدبخت در حالی داره به اعتراضات مردم برچسب منفی بافی میزنه که اقتصاد مملکت به گفته همه کارشناسا در آستانه فروپاشیه و داره به یه چنین وضعیتی دچار میشه. تیویریش هم طبق معمول به دنبال ایزگوب کنیه و درباره بحران آب در میشیگان گزارش درست میکنه. یعنی ایران امن و امانه، همه چی حله، حالا باید فکر بحران آب در میشیگان باشی. اما بحران آب در میشیگان، این تصاویر آب آشامیدنی در خانه یکی از اهالی فلینت در میشیگان است، شهرکی پر جمعیت که اهالیش سالهاست با بحران آب دست به گریبانند. حالا اما با افزایش بیماری ها به بحرانی تازه برای دولت آمریکا تبدیل شده. پاسدار قاسمی اما تعارف‌ها رو کنار بزنه و از بسیجی ها میخواد که برای درد اصلی نظام یعنی طلسم شکستگی عظما اشک بریزن
میگه هر کی از هر طرف لگد بزنه آخرش تارگت عظماست. تارگت و هدفم مشخصا رهبره ولاغه. مرگ بر اصل ولایت فقیه شعار دادن. شرایط بسیار پیچیده و سختی رو داریم که یه طریق میکنیم. لحظه به لحظه که اینجا نشستیم اونا همون و نشستن اینا دارن برای نابودی برنامه ریزی میکنن. لحظه به لحظه. یعنی رهبر میگه فرامین شفاف روشن، یک دونش عملی نمیشه، یه دونش. یعنی آخریش این بود گفتن که آقا فرمودن که آقا این افتیه به لعنتی رو پانکش کنید. اون بیچرف میگه که نه میریم دو مرتبه صحبت میکنیم باش شاید جایی. یعنی تمساح ولایت به روزی افتاده که هر کی از راه میرسه یه جوری به بازی میگیردش، نه پشمی به عمامش مونده و نه دندونی تو دهنش. الان زبون حال عضوا اینه که چرا هرچی که میکشم نمیبره، چرا هرچی که میکشم نمیبره. شیخ بری از ترس مردم و به مصداق عوض کردن پالون خر رئیس بانک مرکزی رو عوض کرد و یه دزد دیگر رو به جاش آورد. بعد هم جماعت بنفش یه کلیپ تبلیغاتی درست کردن و شیرینی خورون رو انداختن تا بگن همه چی حل شد، اما خبر ندارن که دیگه تموم ماجرا. خبر خیلی خوبی را از دوان رئیس جمهور محترم ایران شنیدیم که رئیس بانک مرکزی را عوض کردن و در روز ولادت امام رضا یه عیدی خیلی خوبی به مردم دادن. خیلی خوشحالیم که در روزی که میلاد امام هشتم هستش، امام رؤوف، این اتفاق افتاد. سیفرم حرمتی آمد، مدیری غیرتی آمد، برای منتی آمد تا دلار پایین بیاید. سیفرم حرمتی آمد، مدیری غیرتی آمد، برای ملتی آمد تا دلار پایین بیاید. امیدوارم که دلار روز به روز همجوری که الان داریم پیش بیریم بیاد پایین و زندگی شادی داشته باشیم تو ایران. آخه تو نظامی که ماشین اقتصادش درب و داغونه، عوض کردن راننده چه مسئله ای حل میکنه؟ توی این وضعیت موضوع روزخونی آخونده هم چیزی جز وحشت از سرنگونی و به فنا رفتن نظام نیست. از دلقک خمینی بگیر. مشکلات مملکت هم باید حل بشه، هر دوش باید درست بشه، هم باید مشکلات حل بشه هم باید نظام موجود رو حفظ کرد. جوانامون رو باید حفظ کنیم با اشتغال. تا اعتراف آخوند نقویان به انزوای جهانی آخوندها و از دست رفتن فرصتها. ما یک تأسف رو با خودمون همیشه داریم که بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی در وضعیتی نیستیم که کارنامه درخشانی رو به دنیا ارائه بدیم. ما ادعا کردیم، حرف زدیم، فقط سخنرانی کردیم. ما داریم اشتباه میکنیم و راه رو به ناکجا آباد، به خصوص امروز که همه دنیا یه جورایی علیه ما بسیج شدن. این حجت الاسلام راسل کرو هم که داستان دزدی‌ها و راندخاری‌هاش در شهرداری شهره خاص و عامه، از اون طرف بوم افتاده و میخواد با گرفتن ژست منتقد خودش رو از خشم مردم در ببره. رابطه زوجیت من و همسرم رو باید توی هتل اثبات کنم، اینه چی ابلاغ کرده؟ آقای مراد، من هی میخوام یه حرف رو بزنم. بزن دیگه. اصلا بزنم. بزن راه. وقتی ما از مردم که تو خیابون راه میرم بپرسیم نسبتت با غلط چیه؟ میکنه میپرسه. تو هتل که بمانه. برادر من میگم اونی که میپرسه غلط میکنه میپرسه. ماشین نظام در حال غرق شدنه و این تقلاهات دردی از آخونده دوا نمی کنه.
در پایان توجه شما رو به هنرنمای عجیب این آقا جلب می‌کنیم که ظاهراً فوق تخصص برقراری تعادل داره.